وحشت زده انتظامی در اجرای طرح جدید سرکوب تاکید کرد و گفت: ببینید، طرح امنیت اجتماعی به معنای امنیت اجتماعی چه ضروری است. این کار خیلی خوب است. اما خب حتما هم نیروی انتظامی هم دادستانی جوانب قضیه رو ملاحظه خواهند کرد. ما هم مشورتی داشته باشیم میدیم، دیدگاهی داشته باشیم به اونها منتقل میکنیم. طبیعت کار اینه که دولت از تأمین امنیت مردم با تمام توان دفاع میکنه، به خصوص برخورد با این اشرار. اینا اصلا همه باید دفاع کنن. گماشته ولی فقیه ارتجا در حالی که به سیلی سنگینی که در آذر ماه گذشته از دانشجویان پلی‌تکنیک دریافت کرده بود تحت عنوان موضوعی که برای خودم پیش آمد اشاره می‌کرد، طی یک فقره عقدگشایی جوانان میهن را میکروب نامید و اعدام جمعی آنها را کاری خیلی خوب دانست. پاسدار احمدی نژاد گفت: من چون خودم قبلا در یک موضوعی که پیش اومد برام در حاشیه اون موضوع با یه سری از این باندا برق دیدم، عجب چیان اینا، اینا یه دونه شون هم مثل میکروب مصری خطرناکه، اینا باید یا اصلاح بشن یا در بند بشن یا همین کاری که این خیلی خوب بود. این گماشته ولی فقیه ارتجا وقیحانه منکر وجود مشکلات مردم به دلیل جیره‌بندی بنزین شد و مدعی گردید که فقط 15% هستند که نیازشان برطرف نمی شود و از این میان فقط 5% مشکل دارند. این سهمیه که دوستان تعیین کردن نیاز 85% مصرف کنندگان رو تامین میکنه. 15% داریم که مصرف بیشتری دارن به دلایل گوناگون. 85 مصرفشون همین کافیه. من فکر نمی کنم مشکلی برای اینا واقعا وجود داشته باشه. بیشتر یه التهابیست که آقا حالا چه، بالاخره ما عادت کردیم به یک نوع مصرف، یه دفعه یک توقفی محدود، احساس محدودیت میکنیم. دیدیم که حد اکثر اونایی که مشکل دارن 5% هم. پس دقت کنیم، پس این مشکل عمومی نیست واقعا. ببینید این حد اکثر، تازه اونا هم هنوز به مشکل نخوردن که بخوان برن آزاد بخرن. ببینید مگر اینکه سهمی خودشونو بخوان برای روز مبادا ذخیره کنن، الان برن از بازار بخرن، یا خدا نکرده خودروشون دوچار مشکلی باشه که نتونن برن کارت بگیرن. رئیس جمهور جنایتکار آخوندها وقتی با اعتراف مجری تلویزیون رژیم مبنی بر تنفر فزاینده مردم از خودش مواجه شد، ضمن اذعان به سردرگمی و به هم ریختگی درون رژیم، تقصیر را به گردن باندهای رقیب و مجلس آخوندی انداخت. شما دور بعد واقعا نمیخواین کاندید بشین؟ این کاری کردین به هر حال خیلی ریزش رأی داشته برای شما سهمیه بندی. مطمئنی؟ گروه‌های فقیر و اقشار آسیب پذیر و اینا بالاخره. ببینید بالاخره خودتون گفتین این کاری بود که باید انجام میشد. من میبینم گروه‌های سیاسی هی فشار میارن، از یه طرف فشار آوردن که سهمیه بندی بشود. ببینید این اتفاق افتاد دیگه. بعد که تاریخ معلوم شد، روز به روز ما رو تحت فشار گذاشته بودن که یالا چرا اشاره نمی‌کنید؟ بیست سردرگمی، بیت بلا تکلیفی، ابهام، خب هنوز که نشده، خب مردم هم زندگی میکنن. یه فشار سنگین که آماده کرده بودن طرح دو فوریتی سه فوریتی ببرن بگن آقا آزاد، یعنی ما رو گذاشته بودن تو یک انتخاب دوگانه، یا بیان بگیم آقا تسلیم مثلاً، یا بپذیریم ناتوانیم، یا قیمت بسیار بالایی رو ما رضایت بدیم در بنزین. ما همه توانمون رو بسیج کردیم که قانون رو
خوب اجرا کنیم. گماشته ولی فقیه ارتجا سرانجام مطابق معمول به مسکگویی روی آورد و به تشریح برکات زیاد جیره‌بندی بنزین پرداخت و گفت الان میبینیم که کار درسته، واقعا درکات زیادی داشته برای کشور، چقدر آلودگی از سینه های مردم دور شد. 5 سال بگذره فشار رو بیمارستان های ما، فشار رو قلب و عروق و اینا ببینید یه تبعات واقعا. بذارید یه آمار دیگه به شما بدم. در همین تهران روزی 13.5 میلیون سفر انجام میشه. متوسط معطلی برای هر نفر در سفر 28 دقیقه شده. شما ضرب کنید ببینید چه زمانی تلف میشه. فقط در بعضی از نقاط شهر بچه‌های سوار خودرو میشن با هم مسابقه میدن ماشین رو کله ملق بزنن. خب حالا دیگه نباید این کارو کنه، کار خوبی هم هست که نکنه، یعنی بدی که ماشین رو مسابقه بذاره همینطوری. پاستور احمدی نژاد طی یک فقره مسکویی دیگر مدعی شد که اگر شورای امنیت 300 قطعنامه هم بگذراند هیچ اثری ندارد، زیرا رژیم آخوندی به زودی نهمین قدرت اتمی جهان خواهد بود. شما رفتی غیر قانونی برای خود